هفدهم فروردین ماه 1397 خورشیدی و ششم آوریل 2018 میلادی. امشب صفحه آخر اختصاص دارد به شبکه بین المللی پولشویی صدر هاشمی نژاد. تو خبرها نمیم شنیدین یا خوندین احتمالاً که سید علی صدر هاشمی نژاد، یک ایرانی پولدار ساکن آمریکا، در ویرجینیای آمریکا در دالاس، احتمالاً تو فرودگاه دالاس بازداشت شده به اتهام نقض تحریم ها علیه جمهوری اسلامی و قاچاق 115 میلیون دلار به ایران. البته بیش از این هاست، در طول برنامه خواهید شنید. پرده آخرم خواهیم داشت. پیش از تقدیمی خدمتون عرض کنم که به روال معمول برنامه های صدای آمریکا، نظر مهمان محترم برنامه الزاماً نظر صدای آمریکا نیست. و اما تقدیمی به جعفری دولت آبادی، دادستان تهران. دادستان ناحیه 17 تهران و بازپرس شعبه 3 دادگاه، مثلا بازپرسی شعبه 3 همون دادسرا، 5 سال زندگی ما رو به تباهی کشوندن. شخصی با سند جعلی اومده مدعی علمون شده، جلوی سند ششتانگ منو گرفته. بعد من رفتم به دادستان چندین بار، منو که اصلا راه نداده سری، بعد از 5 سالی که رفتم تو اتاقش به من تهدیدم کردن، زندان 23 کیلومتر، خانوادت رو نمیدونم، بازپرس میگفت براشون قرار صادر میکنم، زندان زدن. پدر 75% جانباز دارم من. و این اولی، من از آقای لاریجانی خواهش میکنم، تمنا میکنم این مسئله رو پیگیری بکنید، رسیدگی بکنید. اگر قرار باشه این مسئله رسیدگی نشه، پدر من اگر جانباز 75% بمیره، مادر من آنژیوپلاستی قلب داره بمیره، مطمئن باشین آخر این پرونده آینده خوبی نخواهد داشت. نه چهارتابعیتی هستم، نه از نجف عراق اومدم، نه از بصره اومدم، نه از کربلا اومدم، نه از حلب اومدم، نه از فلانجا اومدم. خواهش میکنم، تمنا میکنم دادسرای یافتاباد ناحیه 18 رو هم یه نگاهی بکنید. آقای محسنی ایجی، التماس میکنم. آقای جعفری دولت آبادی، تماس گرفتم باهاتون. آقای اسماعیلی رئیس دادگستری تهران، تماس گرفتم باهاتون، ولی جوابی به من ندادین. فقط مسخرم کردن، فقط مسخرم کردن. دادستان کل کشور گفته به من تماس بگیرید، من فلان کارو میکنم. بعد از 20 روز تماس گرفتم، گفته آقا برو دنبال کار زندگی، برو دنبال کار زندگی. یه خانمی به من این جواب داده پشت تلفن. خواهش میکنم صدای من پخش بشه، مشخص بشه که ببینید در ایران چه اتفاقاتی داره میفته. آخرین روز سال 1396 خورشیدی، دستگاه قضایی آمریکا اعلام کرد سید علی صدر هاشمی نژاد در آمریکا بازداشت شده و باید پاسخ بدهد به اتهام‌های از جمله توطئه برای فریب آمریکا، نقض قوانین آمریکا در پیوند با تحریم‌ها، کلاهبرداری و پولشویی. در اولین جلسه دادگاهی که با حضور متهم سید علی صدر در نیویورک برگزار شد، ایشون اتهام‌ها رو رد کرد. وکیلش هم از دادگاه خواست که موکلش رو به قید وثیقه آزاد کنن تا دادگاه بعدی و حکم دادگاه. اینا که قاضی مخالفت کرد، گفت آزاد نمی شود و در زندان می ماند، با این استدلال که ثروت و ارتباطات گسترده صدر هاشمی نژاد احتمال فرار او را افزایش می دهد. دادستان نیویورک می گوید اعضای خانواده صدر هاشمی نژاد مجموعه مالی بین المللی استراتوس را کنترل می کنند. خود علی صدر هم رئیس بانک پیلاتوس است که در مالت ثبت شده و در امور تجاری بین المللی فعال است و مسئولیت پروژه برای ساخت 7000 خانه در ونزوئلا را بر عهده دارد. علی صدر متهم است در پوشش یک قرارداد عمرانی و ساختمانی در ونزوئلا، تحریم‌های آمریکا علیه جمهوری اسلامی را دور زده و 115 میلیون دلار انتقال داده است. طرح خانه‌سازی
ونزوئلا رو که قرارداد دولت‌های ایران و ونزوئلا زمان احمدی نژاد بسته شد، همچنان زمان روحانی ادامه دارد. این رو کی اجرا کرد؟ این طرح سید محمد صدر هاشمی نژاد، پدر سید علی صدر، پدری کسی که اینجا بازداشت شده. منظورم این است که برای اینکه به سید علی صدر هاشمی نژاد 38 ساله برسیم که بازداشت شده، باید از باباش شروع کنیم. سید محمد صدر 68 ساله که از ثروتمندترین آدمای موجود در ایرانه. سید محمد صدر هاشمی نژاد متولد 1329 در هنزا. هنزا یه دهی بود که الان بهش میگن شهر، مثل خیلی از دهایی که شده شهر، از توابع رابر نزدیک بافت کرمان. خود سید محمد صدر میگه که تا دیپلم تو کرمان درس خونده و بعد رفته رشته مهندسی دانشکده فنی تبریز. ولی تجربه درآمدتون مال کیه؟ وارد دانشجو بودم از اینجوری توی دانشکده کار دادم تو باقی دانشکده مستادا که جا فرمیشتم تو باقی تقصیر بشه من رو کار دادم تو باقی باقی دانشکده کار میکرم من راحت هم نمیشه. خب میگه که صدا خیلی خوب نبود برای اینکه زبات خیلی حرفه‌ای کارش رو انجام نداده بود. به هر حال بزنیم براتون بخونم و بقیه نکاتی از مصاحبهش رو به طور کلی که متنش هست. طرف ازش پرسید که اولین درآمدت چی بوده؟ میگه من در اتاق پلی‌کپی دانشکده تبریز کار میکردم، ماهی 90 تومن، یعنی 90 تا تک تومنی خدا بیامرز حقوق میگرفتم. حدوداً ماهی 50 تومن هم از طرف خانواده میامد و خلاصه در مجموع با ماهی 140-150 تومان تک تومانی در ماه درس می‌خواندم. وقتی از دانشکده بیرون آمدم همان کت‌شلواری را بر تن داشتم که روز اول ورود به دانشگاه پوشیده بودم. کفش‌هایم هم کهنه و پاره بود. بی پول و بی کار بود. سال 53-54 سه چهار سال قبل از انقلاب که با تلفن یکی از دوستانم در زنجان خیلی تصادفی وارد کار پلسازی شدم. به زنجان رفتم و اون پروژه پلسازی را با دوستم شریک شدم و از آنجا کار پیمانکاری را شروع کردم. بعد از انقلاب، حالا اون کارهایی بوده قبل از انقلاب، آسه آسه کار کرده تا انقلاب شد. بعد از انقلاب سید محمد صدر هاشمی نژاد از کسانی است که واقعا جنگ براش رحمت بود. از سال 1364 به گفته خودش در خاطراتش ریشه های بنیه مالی و ارتباطاتش رو با شاخه های مختلف حکومت محکم میکنه. سال 1364 سال 1364 فعالیت پیمانکاری در اتوبانسازی را شروع کردم. کمی بعد خواستند یک تعداد از پیمانکاران را به پاکستان بفرستند که ما شدیم اولین پیمانکار جمهوری اسلامی ایران در خارج از کشور. یک پروژه مهندسی را گرفتیم و به رغم همه مشکلات و گرفتاری ها در داخل و خارج کشور، خدا کمک کرد و آن پروژه خوب از آب در آمد و ما هم کمی نونوار شدیم. ببینین، این که گفتم با همه حکومتی‌ها اون موقع که شروع کرد از هر جناحی کار میکرد، مثلا از محمد خاتمی جایزه گرفته، از علی لاریجانی هم جایزه گرفته و الان هم حالا خواهم گفت که سال هاست که یعنی احمدی نژاد که اون از سر کار با احمدی نژاد خیلی چفت شد و اصولا خودش علنا میگه که من اصولگرام و با اصولگراها هستم. نمیتونه کسی در این موقعیت نباشه با مثلا سپاه و بیت و فلان. حالا صحبت میکنیم. بذارین یه تیکه دیگه از صحبت ایشون رو من براتون نقل کنم تا ببینین که آدم ها بی خود ثروت و رحمت خدا شامل حالشون نمیشه. مهندس صدر هاشمی در جمع شماری از فعالان اقتصادی کرمان از سرمایه گذاریش برای راه اندازی پالایشگاه خون
و تولید انواع داروهای خاص از پلاسمای خون در کرمان خبر داد و تأکید کرد که از این طریق از خون مسلمان برای تهیه دارو استفاده خواهد شد. او نوید داد که با تولید دارو از خون مسلمان، کشورهای مسلمان همچون سوریه، عربستان، عراق و فلسطین که تاکنون مجبور به استفاده از داروهای خارجی مشابه بودند، از فراورده‌های خونی این قطب دارویی دنیا که از خون مسلمان استفاده می‌کند بهره می‌برند. سید محمد صدر هاشمی نژاد صاحب اولین بانک غیر دولتی ایران در جمهوری اسلامی ایران، بانک اقتصاد نوین. بانک اقتصاد نوین که سال 1380 تأسیس میشه به دلیل کمک به نقض مقررات بین المللی در حوزه فعالیت‌های هسته‌ای ایران تحریم میشه، اما بعد که برجام امضا شد بانک اقتصاد نوین هم از تحریم در اومد. یک سال قبلش یعنی 1379 هلدینگ استراتوس رو ثبت میکنه آقای سید محمد صدر هاشمی نژاد با 60 تا شرکت. استراتوس به عنوان یک هلدینگ استراتوس توانسته است، من اینا رو به جای توضیح بزنین این آنچه نوشته شده و ثبت شده براتون بخونم، توانسته شرکت هایی را در گروه های مسکن و توسعه شهری، مالی، اعتباری، سرمایه گذاری و بیمه، پیمانکاری عمومی، صنعت و بازرگانی در یک مجموعه کارا گرد آورد. یعنی همه کار. ببینید 15 سال قبل از تأسیس هلدینگ استراتوس و بانک اقتصاد نوین، سید محمد آقا صدر یک قرون نداشت. 15 سال. میگه میرفتم تبریز با اتوبوس، تو همین خاطراتش از تهران. صبح زود ساعت 5 می‌رسیدم تا ملت بیان و بتونم برم ببینمشون، نمی‌دونم مغازه‌ها باز بشه و اینا. می‌رفتم حموم عمومی خودم رو با روزنامه خشک می‌کردم. میگه هیئتی را دعوت، تو همون وضعیتم هیئتی را دعوت کرده بودم که از تهران بیایند، حالا باید مخارج آن را تأمین می‌کردم. به پول سال 63-64 حدود 7-8000 تومان می‌شد که لازم داشتم، 7-8000 تا تک تومانی ها. به خانه آمدم مثل ماتم زده ها بودم، خدا مادر خانمم را خیر بدهد. از من پرسید چه شده، ماجرا را گفتم. ایشان آن پول را برای من تأمین کرد. با آن وضع اسفناک مالی در سال 64 استارت زدم و کم کم پیمانکار خوبی شدم. خدا ببخشدت. یه نمونه دیگه ببینین، تو همین که داشتم میخوندم که 15 سال مدت زمان طولانی است در جمهوری اسلامی که آدم‌ها یه شب میلیاردر میشن. یه نمونه دیگه ای که یادم اومد از همین آدم‌ها که تو جمهوری اسلامی ناگهان تبدیل شد به قول ثروت، بابک زنجانی است که معرف حضورتون است. چه جوری به اون همه ثروت رسید؟ بارها دربارش گزارش دادیم که بابک زنجانی کارگزار سپاه و بیت رهبر معظم بود که به احمدی نژاد برای نقض تحریم‌های بین‌المللی چک سفید داده بودن و بابک زنجانی هم اجرا می‌کرد با امضای و اجازه‌ای که دولت احمدی نژاد داده بود بهش. بابک زنجانی در سال 2007 سپتامبر 2007 یه شرکتی تأسیس می‌کنه به عنوان کونت کوزمتیک، که کونت کوزمتیک شیوه کارش بیشتر روزمینیه، تزیینات مثل شامپو و اینا وارد صادر و وارد میکنه. اما ما میبینیم که این کونت کوزمتیک بعد چند سالی به 52 مورد کار کشیده میشه. یعنی از 2007 تا 2013 بابک زن، شرکت بابک زنجانی از یه مورد خاص به 52 مورد کاری اینجا چی میشه؟ اینجا فعالیت میکنه که از کشتیرانی گرفته، از هواپیمایی گرفته، از اتومبیل و اون چیزایی که شما هم مطرح کرده، اونر آیر، واران، اولوسو، که اینا بهترین شرکت های اتومبیل رانی تو ترکیه هستن. ببینین همین ایشون عارف کسکین تحلیلگر سیاسی بودن که در ترکیه تشریف دارن، همین رشد و گسترش عجیب غریب و در پیوند با بابک زنجانی که فقط با کمک حکومت نیازمند قاچاق و قاچاقچی میشه داشت،
شرکت سید محمد صدر هاشمی نژاد هم داره. این دیگه حق ماست که بتونیم سوال بکنیم اینها ناگهان چجوری به اینجا میرسن. آقای دایی خوش آمدید به صفحه آخر، در خدمت آقای حسن دایی هستیم، تحلیلگر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران. چجوری میشه آقای دایی که سید محمد صدر هاشمی نژاد در عرض 14-15 سال از هیچ بشه همه کاره، بزرگترین پیمانکار بخش خصوصی به اصطلاح و یکی از پولدارترین آدمای موجود در ایران؟ سلام دارم خدمتتون و سلام به همه بینندگان عزیز. خب در جمهوری اسلامی از این اتفاقات میفته، یا باید ژن خوب داشته باشه یک نفر یا معجزه. معجزه هم در جمهوری اسلامی ترجمهش اینه که بخشی از مافیاهای اقتصادی حکومت باشید، به این معنا که در ایران ما بخش خصوصی در واقع نداریم، بسیار ضعیفه، در یه حدی هم فقط میتونه رشد بکنه. بخش مهمی از اقتصاد در کنترل نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه پاسدارانه و بعد دولت، بعد مافیاهایی که هر کدوم به این دوتا بستگی دارن با اینا کار میکنن. از وسط اینا یه عده‌ای هم رشد میکنن که به همه این مافیاها سرویس میدن، بدون ارتباط با این مافیاها، بدون ارتباط با به خصوص نهادهای زیر نظر رهبری و سپاه، هیچ کسی نمیتونه از یه حد حتی متوسط به بالا بره. بنابراین این آقا که در عرض چند سال به این ثروت افسانه‌ای رسیده و در دنیا معروف شده و اسمشو گذاشتن بیل گیتس، اینا بیل گیتس به بشریت و به علم و تمدن خدمت کرده، بخش مهمی از ثروتش هم داره خرج میکنه برای اینکه کمک بکنه به بشریت. این افراد جیب مردم ایران رو خالی میکنن، بر سر سفره مردم ایران نشستن. و خب این حرفایی هم که میزنه تو هم مسابقه که اشاره فرمودی، حرفایی که میزنه نمیدونم من کار کردم هیچی نداشتم، میگن یه آقای روسی مهاجرت کرده بود آمریکا، بعد 7-8 سال اداره مالیات اومد گریبانش گرفت که آقای موسکوویچ شما هر سال تو اظهارنامه مالیاتی می‌نویسید درآمد صفر، ولی ما الان می‌بینیم شما تو این 10 سال 6 تا مجموعه ساختمانی بزرگ داری، این چه جوری شده؟ شما از کجا آوردی؟ گفت والله از شما چه پنهان، یک شب خوابیده بودم، یک مرد نورانی اومد به خوابم، گفت موسکوویچ چرا خوابیدی؟ پاشو تو باغچه‌تو بکن تلاس. منم رفتم کندم، راست میگه، طلا بود، طلا کشف کردم. گفت سند و مدرکی هم برای این ادعا داری؟ گفت بله، 6 تا مجموعه ساختمانی، این سند و مدرک من. این آقا هم در دزدی با همکاری با مافیاهای جمهوری اسلامی به اینجا رسیده، ادعا میکنه که از عرق جبین و زحمت بوده. پروژه هایی که این آقای صدر رفته در ایران و استراتوس رفته، بخش مهمیش پروژه های دولتی، این پروژه هایی که رفته به کسی نمیدن، که مهمتر از این بخشی از این پروژه ها پروژه های سیاست خارجیه. بخشی از اینا زیر نظر سپاه قدس. شما نمیتونید در عراق برید، در کربلا و در بصره مجتمع مسکونی و خانه سازی انجام بدید بدون توافق سپاه قدس. سپاه قدس هر مسئله رو در عراق زیر نظر داره. در جیبوتی جمهوری اسلامی رفت باج داد به دولت جیبوتی که بتونه اونجا یه بندر بگیره، اسلحه برسونه به یمن. به خاطر همین اومد مجلس جیبوتی اونجا رو مجانی ساخت، چند میلیون دلار خرج کرد مجلس جیبوتی رو ساخت و این مجتمع بازار تجاری، هر دو اینها رو همین صد ساخت، شرکت استراتوس ساخت. یعنی پولشو در واقع قرارداد می‌بندن، ایشون به عنوان پیمانکار پول ساخت اونها رو یک قراردادی می‌بنده، میگیره، میگه اینقدر هزینه داره و پولش از دولت یا از سپاه هر چی، به هر حال از حکومت ایران پولو میگیره و میره اونجا ساختمان سازی می‌کنه. اینجوریه دیگه، صحبت پول نیست. من اصلا فکر کنم برخی از اینا رو به خاطر درآمدهای دیگری که اینها دارن برای سپاه ممکنه مجانی انجام بدن. مثلا یکی از کارهایی که آقا کرده، فرودگاه یه جزیره یمال یمن کوچولو ولی جای مهمیه تو دریای عدن، این به اصطلاح به نام سقطرا رفته اونجا فرودگاه زده. این مسئله استراتژیکه، ممکنه خیلی از این پروژه ها رو مجانی حتی انجام بدن برای پروژه های نون آبدار دیگری که میگیرن، ولی همش در رابطه با سپاهه. و پروژه های خارجی کشوری که اینا انجام میدن هیچ کدوم درآمدی نداره که بگیم بخاطر درآمد میدن به شرکت استراتوس. به اعتقاد من پروژه های خارجی از کشوری اینا باجی که جمهوری اسلامی سیاست در سیاست خارجی به کشورهای دیگه میده، و این شرکت ها ممکنه به خاطر اینکه مجبورن با سپاه و اینا کار کنن، برخی از اینا ممکنه زیر قیمت تمام شده برای اونا انجام بدن. ببینین توی ونزوئلا اون چیزی که در پیوند با اتهامات پسرش سید علی صدر هاشمی نژاد هم
مطرح شده خانه سازی اون 7000 تا گیرم در پوشش اون خانه سازی بعد پولشویی انجام شده. این پروژه های ونزوئلا رو اولا پدرش یعنی سید محمد از کجا میگیره؟ این موضوع چقدر به پرونده پسر مربوطه؟ همش تمام کارهایی که علی سعد میکرده در رابطه با پدرش و فعالیت های پدرش بوده و فعالیت های پدرش هم نباید از جمهوری اسلامی مجزا بدونیم. اگر اینو در کادر جمهوری اسلامی نبینیم به بیراهه رفتیم. اینا وقتی که اومدن در زمان احمد نژاد سیاست گشایش و دوستی با برخی از کشورهای آمریکای لاتین رو جلو بردن که در مرکز و قلبش ونزوئلا قرار داشت، اینها اومدن چند کار انجام دادن. یکی بذر بخشش‌های بی‌پایانی بود که به این چند کشور مثل اکوادور، بولیوی، نیکاراگوئه، کوبا و ونزوئلا می‌کردن. وام‌هایی که هیچ وقت بر نمی‌گشت دادن به اینها، صدها میلیون دلار به هر کدوم از اینا وام دادن. یادم به نیکاراگوئه نزدیک نیم میلیارد دلار وام داده بودن نداشت بده. تیتر بزرگ زده بود سایت تابناک، پشم گوسفند به جای پول، گفتود پول نداریم به تو میتونیم پشم گوسفند بدیم. این پولایی بود که میدونستن بر نمیگرده. بعد اومدن درمونگاه ساختن، نیروگاه برق ساختن، کلی کارهای مجانی کردن. 20% از کاری هم که میکردن مثلا اسمش کارهای تجاری بود، خانه سازی، کارخانه سیمان، کارخانه تراکتور سازی و اینها تو ونزوئلا بود بیشتر میکردن که هیچ کدامم منفعت اقتصادی نداشت. همین پروژه خانه سازی که اشاره کردید قرار بود 15000 مسکن در اونجا ساخته بشه که یه بخشیشو 7000 تاش رو دادن به این شرکت استراتوز محمد سعد که در ایران اومد یه شرکت دیگری تأسیس کرد به نام شرکت بین‌المللی خانه سازی ایرانیان که بتونه پروژه رو انجام بده در مشارکت با شرکت نفت ونزوئلا. قرار بودش که رو هم دیگه یه چیزی بوده 470 80 میلیون دلار پول بگیره. خود شرکت استراتوس میگه که دولت ونزوئلا ورشکست شده پولای ما رو نده، پول کارخانه های همین خودروسازی، تراکتور سازی، سیمان هیچ کدومو نده. خب پس چه نفعی داره؟ چه نفعی؟ ببینید دو موضوع. یک، چه نفعی برای آدمایی مثل محمد صدر هاشمی نژاد داره، یعنی پیمانکارهایی که این کارو کردن یا میکنن. دو، چه نفعی اصلا برای جمهوری اسلامی داره وقتی که غیر از اینکه نفوذ ایدئولوژیک بخواد مثلا ما خوبه هستیم و ما همه در جبهه ضد امپریالیسم هستیم و فلان، این شعارا، غیر از این داستان چه نفعی داره اینقدر هزینه کردن در ونزوئلا و اصلا تو آمریکای لاتین و آمریکای مرکزی؟ این سوالیه که همه میپرسن سالیان سال. خب ما ایرانی ها هم باید بپرسیم جمهوری اسلامی برای چی میلیاردها دلار بذر بخشش کرد در این سالها و ادامه میده در جاهای دیگه؟ در مورد آمریکای لاتین چند مسئله است که برای آمریکا و غرب هم مسئله مطرح میده که دلیلش چیه. یکی این بود در دورانی بود که جمهوری اسلامی به رأی این کشورها در سازمان ملل برای مبارزه و جلوگیری از تحریم‌ها به شدت احتیاج داشت سر پرونده هستی و خرج می‌کرد، چه در آفریقا، چه در خاورمیانه و جاهای دیگه که این رأی رو بگیره. دوم نقض تحریم‌هاست، بسیار مهمه، بسیار مهم بوده، میتونسته از قبل این روابط تحریما رو نقض کنه، خریدهای تسلیحاتی و هسته‌ای بکنه. مثلا دولت آمریکا معتقده که این پروژه خانه سازی اینا همش به خاطر این بوده که پولشویی بکنن برای خریدهای دیگه، برای کارهای دیگه. مثلا معتقدن که این خانه ها و آپارتمان هایی که ساخته شده اینا متوسط پولش مثلا 40000 دلار بوده، در صورتی که فاکتور که میکرده شرکت استراتوس و بقیه بین 65 تا 70000 بوده. این تفاوتش این پول بوده که جمهوری اسلامی از فروش پنهان نفت و چیزهای دیگه در می آورده از طریق آمریکای لاتین و یا ونزوئلا، از این طریق میخواسته انتقال بده. ولی مهمترین چیزی که برای آمریکا و محافل بین‌المللی مطرح بوده این بوده که در سالهای گذشته شبکه‌های مختلف حزب الله که در آمریکای لاتین فعال بودن که با جمهوری اسلامی ارتباط دارن که در کارهای تروریستی هم دخالت داشتن، اینها با کارتل‌های مواد مخدر در آمریکای لاتین همکاری می‌کردن. این همکاری اولا در توزیع مواد مخدر بوده. اینا چیزاییه که هم اروپا میگه فقط آمریکا نیست، کشف کردن شبکه‌های حزب الله رو هم اروپا هم آمریکا کشف کردن که در همکاری با کارتل‌های مواد مخدر آمریکای لاتینی در اروپا و آمریکا اینا مواد می‌فروختند و پولش رو از طریق سیستم‌های مختلف که پولشویی می‌کردن خرید اسلحه و اینها می‌کردن. این برای آمریکا بسیار مهم بوده و معتقدن جمهوری اسلامی همین کارو می‌کرده. مهم‌تر از همه اینه که شما وقتی با این کارتل‌ها همکاری می‌کنید فقط از کانال‌های اینا برای انتقال مواد مخدر استفاده نمی‌تونید بکنید.
میتونید یک روزی اگه خواستید برای انتقال آدم و تروریست به داخل آمریکا و ایجاد شبکه و سلول‌های خفته استفاده کنید. این یه مسئله امنیتیه. و بعد از اینکه اون سیاست گشایش با آمریکای لاتین شد، جمهوری اسلامی از قبل به سبب فعالیت‌های بظاهر فرهنگی و مذهبی کلی این شبکه‌ها رو درست کرده، شبکه‌های وابسته به حزب الله، نزدیک به حزب الله، و به خاطر روابط خوبی هم که با برخی از دولت‌ها داشته، روابطش با این کارتل‌های مواد مخدر اینها گسترش پیدا کرده. این یک مسئله اساسی. بنابراین رأی، نقض تحریم‌ها، خریدهای تسلیحاتی و هسته‌ای و همین مسئله شبکه‌های پولشویی، شبکه‌های مواد مخدر و در صورت لزوم انتقال آدم به داخل آمریکا و ایجاد هسته‌های تروریستی. این مسئله مواد مخدر رو که همینطور که شما فرمودین این کاملا علنی شده و از سال الان 2018 از سال 2007 یا 2009 اگه اشتباه نکنم هم آمریکا گزارش داد، مشخص اسامی افرادی رو آورد و هم اتحادیه اروپا و هم به طور مشخص در سال 2011 اصلا این شبکه رو در جمهوری آذربایجان گرفتن که با شبکه مواد مخدر در ایران، در آمریکای لاتین، در کولومبیا اینا ارتباط داشتن و بعد نتیجهش هم فروشی که داشتن میدادن به حزب الله لبنان، پولش میرفت حزب الله لبنان که یه پول گندش اصلا کش شد. ما اسنادش رو در برنامه‌های قبلی نشون دادیم دو بار حداقل در برنامه صفحه آخر، حالا اگر مناسبتی داشته باشه باز نشون خواهیم داد. ببینید بذارین آقای دایی یه مقدار متمرکز شیم روی سید علی صدر هاشمی‌نژاد پسر سید محمد که ایشون عضو هیئت مدیره شرکتی به نام کاپیتال پیلاتوس در انگلیس بود، چون شرکت بسته شد. مهدی شمس، من نمیدونم چرا اینقدر تصویرها رو شما زود زود رد میکنید. مهدی شمس متهم ردیف دوم پرونده بابک زنجانی که بابک زنجانی ردیف یکه، مهدی شمس هم الان زندانه در ایران در اوین با بابک زنجانی و ردیف سوم پرونده. باری مهدی شمس عضو هیئت مدیره کاپیتال پیلاتوس بود. کاپیتال پیلاتوس یا پیلاتوس کاپیتال فعالیتش ثبت شده به عنوان واسطه‌گر مالی، اینترمدییت، به عنوان واسطه‌گر مالی. در 16 ژوئن 2008 یعنی دقیقاً 27 خرداد 1387 تأسیس میشه. در 27 اکتبر 2015 یعنی دقیقاً در 5 آبان 94 منحل میشه. مهدی شمس که بازداشت میشه 7 ماه قبل از انحلال این شرکت، یعنی در اسفند 93. مؤسسه مالی پیلاتوس در لندن تا 7-8 ماه بعد از بازداشت مهدی شمس کار میکرده ظاهراً، که آبان 94 پدر و پسر صدر هاشمی نژاد مؤسسه کاپیتال پیلاتوس رو در لندن منحل میکنن. 6 عضو هیئت مدیره کاپیتال پیلاتوس بودن، 6 نفر، از 2 نفرشون هیچ مشخصاتی درج نشده توی ثبت این شرکت. یکشون از خانم کریشان کریسیانتان فقط اسم، کجایی، کجا ساکنه، هیچی نیست. و یکم آقای اسوالدو رودریگز که از ایشون هم هیچی نیست، نمیدونم اصلا حضور خارجی دارن یا فقط اسمن سوریان. منتها بقیه جالبن، اون چند نفر دیگه که حمید رضا قنبری است که ساکن دبی، ملیت دومینیکن، اینا همه‌شون یه جاهایی رفتن که ربطی اصلا به ایران نداره. ساکن دبی، ملیت دومینیکن، آقای حمیدرضا قنبری. جان جفری داودال، ملیت انگلیسی، ساکن انگلیس. مهدی شمس که دیدین عکس چی گفتم، فرد دوم پرونده بابک زنجانی، انگلیسی، ساکن انگلیس. مثل اینکه یکی بیاد به من بگه مثلا تو چینی هستی.
سید علی صدر هاشمی نژاد خودش چی گذرنامه سنکیتس رو داره. سنکیتس یک جزیره کوچیکیه، حالا مشخصاتش رو براتون میگم، در دریای کارائیب و اقیانوس اطلس، بین دریای کارائیب و اقیانوس اطلس، نزدیک کوبا و اینا. نمیدونم که چند تا گذرنامه و ملیت دیگه گرفته سید علی صدر هاشمی نژاد و از کجاها، ولی به هر حال با گذرنامه کشوری به اسم سنت کیتس بازداشت شده در آمریکا. کل مساحت جزیره سنت کیتس 260 کیلومتر مربعه. 260 کیلومتر. جمعیتش چقدره؟ 52000 نفر کلش. بعد 95% جمعیت سنت کیتس هم سیاه‌پوستن. اینا میرن چه جاهایی رو پیدا میکنن واسه قایم شدن و پولشویی و کارهای پنهانی کردن. بانک کاپیتال پیلاتوس که گفتم در لندن بود و داستانش رو عرض کردم خدمتتون که هیئت مدیره، ریشش تو کشور مالت، مجمع الجزایر مالت تو دریای مدیترانه جنوب اروپا. ببینین آیدایی، مؤسسه پیلاتوس یا چه می‌دونم مثلا فاینانشال اینترمدییت یا هر چی، همون مؤسسه چی میگم واسطه گری پیلاتوس، این چه می‌کرد در انگلیس و در مالت؟ عرض کنم که برای اینکه هموطنان گیج نشن، چون شبکه‌های پولشویی و مال مردم خوری در حقیقت افراد وابسته به جمهوری اسلامی انقدر تو در توئه که ممکن هموطنان اسامی رو میشنون کمی گیج بشن. ببینید این پرونده علی سعد که الان در زندانه دو بخش مجزا داره، به هم هم ربط دارن ولی میتونیم بگیم مجزاست. میگم چرا. حالا یکی بخش آمریکای لاتینه، همین در ونزوئلا خانه سازی کردن، یکی هم بخش شرکت هایی که داشته در دیگر جاهای جهان پولشویی میکرده که در رأسش بانک پیلاتوس در مالت. درست. حالا یه نکته رو در رابطه با ونزوئلا بگم که مقدمه برای این پیلاتوس، این آقای علی سعد در سال 2009 همین ملیت همین جزیره سنت کیتس رو میگیره. در سال 2009 دو تا پاسپورت هم، یعنی دو تا پاسپورت با دو تا تاریخ تولد از این جزیره گرفته. یکم پدر ایشون که در ایران تشت داره، ایشون هم یکم این پاسپورت داره. شریک ایشون هم قنبری جماله همین شرکت دومینیکن رو گرفته. درست. از 2009 به بعد این علی سعد با بسیار پشتیبانی و شراکت پدرش و خواهرش، اینها میان در جاهای مختلف دنیا کمپانی میزنن. در سوئیس 3 کمپانی میزنن، در دبی، در ترکیه و در جزایر ویرجین وابسته به بریتانیا اینا کمپانی مختلف میزنن. پولهایی که مثلا از فروش خانه به دست میاد در ونزوئلا رو اینها انتقال بدن، میومدن از طریق سیستم‌های بانکی آمریکا برای اینکه تحریم‌ها رو نقض کنن، از اونجا از این شبکه‌های مالی استفاده میکردن، شرکت‌ها در با هم استفاده میکردن تا این پول انتقال پیدا بکنه. و این اتهام اصلی علی صدر که همین اومده این پولا رو 115 میلیون دلار در عرض 2 سال 2011 تا 2013 اومده انتقال داده از ونزوئلا از طریق این شرکت. علی صدر همونطور که اشاره کردی بعد میره در مالت یه دونه بانک میزنه به نام پیلاتوس که الان این جعبه پاندورا اینه، یعنی مهم اینه، این پیلاتوسه، داستان پیلاتوسه. حالا از کجا شروع میشه این داستان، چجوری میشه؟ به نظر من برای گشایش قضیه برگردیم به همین شمسی که اشاره کردید، متهم شماره 2 پرونده بابک زنجان. این مالت، انتخاب مالت که چرا رفت در اونجا تونست بانک بزنه، چجوری کشوری که تو اروپاست اجازه داده آقا بره اونجا بانک بزنه و این فسادی که حالا اشاره خواهم کرد این رو انجام بده. مهدی شمس سال 2005 رفت لندن، شد مسئول کشتیرانی جمهوری اسلامی در لندن. قبل از اون در خود ایران بود که کل مسئول اروپا و بخش تجاری کشتیرانی باهاش بود. در سال 2004 همین مهدی شمس میاد، مهمترین شریک اروپایی اینا کشور مالت بود، کارهای خلاف هم زیاد میکرد، میاد طرف حساب خودش رو که یادتون نره گفتیم کارهای خلاف هم زیاد میکردن. چه کارهای خلاف میکردن؟ حالا میگم کارهای خلاف در رابطه با مالت، نقض تحریما، نقض مهمترینش نقض تحریمای بوده که آمریکا میاد در سالهای بعد شرکت‌های مالتی رو به خاطر همین
تحریم میکنه، به خاطر اینکه کشتی‌های جمهوری اسلامی رو پرچم خودشونو میزدن، اجازه میدادن بار بیان خالی بکنن، حتی برخلاف نظر اتحادیه اروپا مارتین کارا رو میکرد. جالب اینه که در سال 2004 میاد طرف حساب شرکت کشتیرانی و مهدی شمس میاد شرکت جدید انتخاب میکنه که خیلی سر صدا میکنه. چرا؟ چون این شرکت جدید متعلق بوده به دختر جان دالی وزیر خارجه مالت. جان دالی یک سال بعد به علت فساد مالی استعفا میده. یعنی رابطه این شمس تو مالت، رابطه اصلیش یه وزیر خارجه فاسد میره و معلومه کلی شبکه داشتن. مالت طرف حساب اصلی جمهوری اسلامی بوده تو اروپا تو کار خلاف کشتیرانی. وقتی که شمس 2005 میاد میشه نماینده در لندن، بعد از مدتی استعفا میده، کل شرکت کشتیرانی میره تحت تحریم آمریکا قرار میگیره. ولی بعد از اینکه شمس استفاده، بنابراین هدف به اعتقاد من این بوده که برن در مالت کارهای مالی بکنن. این شرکت سیریوس، شرکت به اصطلاح صندوق سرمایه گذاری سیریوس که بعد میشه پیلاتوس تو لندن، که مهدی شمس میره اول به خاطر اینکه اقامت انگلستان رو داشته، او میاد ثبت میکنه در اونجا و بعد تبدیل میشه به پیلاتوس. پیلاتوس میره به مالت در سال 2012، در اونجا درخواست اجازه و مجوز بانکی میگیره که بعد بهش در سال پایان سال 2013 بهش موافقت میکنن. در اول سال 2014، در ژانویه 2014، نخست وزیر مالت خودش اون روبان افتتاح بانک پیلاتوس که مال علی سعد بوده رو خود اون پاره میکنه. واقعی چی؟ که مال علی سعد بوده و مهدی شمس هم عضو هیئت مدیرش بوده. اونو نخست وزیر مالت خودش افتتاح میکنه. بله، ولی وقتی بانک پیلاتوس در مال تشکیل میشه دیگه مهدی شمس دیگه نبوده. مهدی شمس اومده بوده بیرون. خود علی سعد بوده. همین قنبری هم که اشاره کردید بعد میشه مدیر بانک. بله. مدیر بانک. ولی صاحب اصلیش پول اولیه هم که میده 8 میلیون دلار بوده. اون 8 میلیون دلار هم از کجا میاره؟ از همون یک شرکتایی که تو پولشویی ونزوئلا راه انداخته بوده. یه شرکتی مثلا یکی از 3 تا شرکت داشته در به اصطلاح در سوئیس که یکیش بوده پخس فایننس. این از طریق این پول‌ها رو انتقال داده و برده این بانک رو راه انداخته. ولی به طور مشخص کاملا مشخصه که بعد از پرونده‌هایی که بعداً رو شد، این فسادی که اینا، این روابطی که با فاسدان مال داشتن و مهدی شمس اینا رو اداره می‌کرده، اینا رو وصل می‌کنه به هیئت به اصطلاح این سیستم جدیدی که این نخست وزیر جزش موسکات و میرن بانک رو میزنن که بعد افتضاحات شروع میشه. ببینین دو تا سوال. یکی چه رابطه ای هست بین میتونه باشه بین خانواده صدر با بابک زنجانی، نه به عنوان شخص، منظورم دو پرونده رو اگر نگاه بکنیم چه پیوندی میتونه این بین باشه؟ یک. دو، چون ما افراد جال دو نفرش رو مشخص کردیم که مهدی شمس و دو، این نکته که شما میفرمایید که افتضاحایی که در مالت به وجود میاد و اینا سر ماجرای فعالیت‌های سید علی هاشمی نژاد و بعد پیوندش با نخست وزیر، با وزیر خارجه دولتش، اولی هم که مهدی شمس اونجا بوده. خب بیاین پس یکی یکی جواب بدین، خواهش می‌کنم. یک، خب ببینید، بگین. ببینید در رابطه با، من فکر کنم حلقش شمسه. شمس جوکر سیستم پولشویی جمهوری اسلامی بوده در اروپا، یه جوکر واقعیه، کمک میکرده به همه، به خصوص در رابطه با بابک زنجانی و رضا زراب. همون سیستم ها، همون نحوه پولشویی رو این بار در سطوح گسترده تری جمهوری اسلامی هیچ وقت نمیتونسته بیا داخل اروپا این سیستم رو انجام بده، بره توی کشور اروپایی بانک بزنه در این سطح فسادش بشه. یکیه. اما برای اینکه بیشتر ببینیم رابطه شمس با این خانواده چی بوده رو، اجازه بدید برگردیم ببینیم بانک پیلاتوس که الان در قلب ماجراست و جعبه پاندوراس چیکار کرده. من چند دقیقه کوتاه 3 تا از پرونده های فساد این بانک رو اگه بگم، شما رابطهش رو فکر می‌کنم یه مقدار بهتر وقت بتونیم ببینیم. ببینید در سال 2015 بانک 2014 شروع به کار می‌کنه. بانک پیلاتوس که متعلق است به سید علی صدر، به خانواده صدر. بله کاملا مال اینا هست. در سال 2014 ژانویه شروع به کار کرد. در سال 2015 یه اسنادی منتشر میشه در نیونیا به نام پاناما پیپرز، اسناد پاناما، که شرکت هایی که اومده بودن تو پاناما
ثبت کرده بودن خودشونو و آدمایی بودن که یا می‌خواستن تو کشورهای غربی و جای دیگه مالیات ندن ثروتمندا، یا کسانی که مال مردم خورده بودن تو کشورهای جهان سوم می‌رفتن اونجا پولاشونو قایم می‌کردن و کلا منشی میشه. معلوم میشه که سه تا شرکت، یعنی سه تا شرکت برای افراد مالتی ثبت شده که مهمترینش شرکت بودن به نام ارگانت. اینا در بانک پیلاتوس هم حساب داشتن، یعنی هم در بانک پیلاتوس بودن هم شرکت ها ثبت شده تو پاناما. یه خانم خبرنگاری به نام دفن کاروانا گالیزیا، ایشون خیلی شجاعت به خرج میده، اینو منتشر میکنه و درخواست میکنه هر کی اطلاعاتی داره به من بده. یه خانمی از داخل بانک پیلاتوس میاد به ایشون چند تا سند میده، معلوم میشه که این حساب ارگانت که میلیون ها دلار درش این طرف اون طرف میشده، این متعلق به همسر نخست وزیر موسکات بوده. یکی دیگه از حسابا متعلق به رئیس دفتر نخست وزیر بوده. پولشویام همیشه از طریق بانک پیلاتوس انجام میشه. اینا رو همه رو، یعنی همین خانم دفنه گالیزیا در میاره، خانم دفنه و اون کسی که به اصطلاح از داخل بانک اطلاع میده که بعد فرار میکنه، میخواسته دولت مالت بگیرتش که الان در یونان تقاضای پناهندگی کرد و بعد سندها رو رو میکنن، یعنی عکس سند پا رو میشه. درست؟ حالا سه تا پرونده مالی مهم، فساد مالی است که ببینید جمهوری اسلامی تا کجاها پیش رفت. یکی این که همین خانواده موسکات و دولت مردان مال که این پولا رو مخفی میکردن و این پولشویی‌ها رو همه رو انتقال پولها رفت و برگشت و رشوه هایی که میگرفتن از طریق بانک پیلاتوس همین علی اسد. ببینید هر جای دنیا اینا میرن چجوری با این آدم های فاسد اینا آدم رو پیدا میکنن با هم شروع میکنن کار کردن. دومین پرونده اینه که این بانک پیلاتوس هر خلافکار و دزد و جانی و مال مردم خوری هم که تو دنیا بوده میخواسته وارد سیستم بانکی اروپا بشه کاری بکنه از طریق بانک میرفته. یکیش مثلا دو سانتوس دیکتاتور آنگولا، یکی از خونخوارترین آدم ها، این پسرش اومده بوده در پرتغال میره در بانک پیلاتوس حساب باز می‌کنه. خانواده علیف آذربایجانی که از فاسدترین خانواده ها همشون حساب بانکی داشتن. رشوه هایی که خانواده علیف میلیونی میداده به نخست وزیر مال، به همسر نخست وزیر مال، از طریق بانک انتقال بده می‌کرد. علیف حساب بانکی داشته در دبی، خود این علی صدر رو اینام حساب داشتن، بانک پیلاتوس تمام این پولا رو انتقال داده. یعنی یک، فساد دولت مردان مال، دوم بقیه فاسدین دنیا هم تو این میمونن. مهمترینش که حالا برمیگرده به مهدی شمس، یه شرکتی هست به نام هنلی اند پارتنرز، هنلی و شرکا، یه شرکت بین‌المللی برای آدم پولدار دنیا و گاهگاه خلافکاران پاسپورت جور میکنه. یعنی چی؟ خب خیلی از شرکت، خیلی از کشورها هستن میان با آدم های پولدار پاسپورت میدن، اقامت میدن و ملیت میدن. خب کانادا هم هست، آمریکا هم هست، اگه سرمایه‌گذاری بکنه، اروپا هم هست، تو بریتانیا مثلا این کار هست. خب حالا کانادا و آمریکا و اروپا بالاخره یه کنترلی هست چه کسی میاد میره، تا یه حدی. گرچه کانادا تمام دزدان جمهوری اسلامی رفتن اونجا و پاسپورت گرفتن، اما تا یه حدی. اما یه کشوری مثل همین سنکیس، مثل دومینیک، مثل گرانادا، سن لوسیا، این کشور کارابی، این شرکت، این هنلی اند پارتنرز میرفته اونجا برای دزدانی که هیچ جا نمیتونستن بگیرن. اگه آدم حسابی باشه، این برای چی باید بره سنکیتس؟ آخه سنکیتس، آخه مثلا یه اروپایی میخواد بره پاسپورت سنکیتس بگیره، بعد یه خلافکار باشه دیگه، میرفته برای اینا پاسپورت میگیره. همطور که عرض کردم 2009 برای خانواده سعد میگیره. با همین پاسپورت هم بود که سعد اومد کمپانی هاشو در سوئیس و جاهای دیگه زد. درست؟ برای مهدی شمس هم همین کمپانی هنلی میگیره، یعنی شهروندی بریتانیا رو این شرکت هنلی اند پارتنرز که برای مهدی شمس در بریتانیا میگیره. برای شریک صدر و شریک شمس، یعنی قنبری، هم باز هم همین برای دومینیکا این میگیره. این شرکت هنلی شعبه‌ای که داره در سوئیس تو همون ساختمونیه، همون جاییه که با علی صدر با هم خیلی دوستن. پارسال تو جشن جشن ازدواج 20 سالگی یا چند سالگی رئیس این کمپانی هنلی در سوئیس، علی صدر رو دعوت کرد به شرکت کن، رابطه دوستی دارن توی مالت. بعد این شرکتی که پاسپورت میگرفته برای این دزدان و پولدارا، این شرکت میاد تو مالت با همین دولت فاسد موسکات قرارداد می‌بنده که انحصار
سرمایه گذاریایی که بخوام بیان پاسپورت بگیرن دست من باشه که 1,400,000 دلار بعد بدن و کلی رشوه تا بتونن این آدما بیان پاسپورت مالتی بگیرن، یعنی پاسپورت اروپایی. انحصارش میدن دست شرکت هنلی. شرکت هنلی تو مالت تو همون ساختمونیه که بانک علی صدره، با هم هم دوستن. آدمای بدنام و معروفی که توی پرونده‌های فساد تا بکنون رو شده، اینا برای اینکه با شرکت هنلی میرفتن که پاسپورت بگیرن، پولها و رشوه‌هایی که میدادن همه از طریق بانک علی صدر بوده، یعنی بانک علی صدر پولای اینا رو پشتیبانی می‌کنه. تازه اون 1,400,000 تا وقتی بخواد وارد شه، آدمای دوز چجوری میتونن پولای مشکوک رو بفرستن؟ بانک علی صدر و پیلاتوس این وسط بوده. یعنی برای دریافت پاسپورت هم بعد پول اون آدم دوز رو پشتیبانی می‌کردن، این آقا انجام میداده، بعد رشوه میدادن به مقامات به اصطلاح مالتی، بازم بانک پولا پیلاتوس انجام میده. و مهمتر از اینکه اون آقا وقتی که میگرفته بالاخره بعد بقیه پولان هم بیاره دیگه، پولای مردم رو که حالا آنگولا بوده، جاهای دیگه بوده، آذربایجان بوده، خوردن، بانک پیلاتوس بازم در خدمت بوده. یعنی من فکر کنم یک دیگر از حلقات همین هنلی اند پارتنرز که در کار پاسپورت بوده. حالا شما میتونید تصور بکنید که وقتی برای دزدانی مثل علی صدر و شمس و قنبری پاسپورت گرفته، یا خود محمد صدر که در ایرانه، ببینید برای آدمای سپاه پاسداران و دیگر آدمای رژیم چقدر این پاسپورت گرفته. من یه نکته هم اینجا اشاره کنم برای اینکه یادم نره. وقتمون خیلی نیست. بگین بله. خواهش میکنم. حالا ببینم بفهمید. بله. نه 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 نه، خواستم بگم که جمع جورش کنیم. بفرمایید. بله. ببینید این آقای خاوری که یادمون رفت دوزی چند صد میلیون دلار، صحبت 1,000,000,000 دلار پاشو رفت رئیس بانک مرکزی بود، بانک ملی، چی رفت کانادا. همون موقع منم هم در برنامه خود شما بود خدمتتون گفتم. گفتم وقتی یه آدم با اینقدر پول میخواد فرار کنه بره یک کشور خارجی، این اگه شبکه پشتش نباشه که خب نمیتونه این کار رو بکنه. حالا شما ببینید علی صدر شبکهش رو روی کاغذ بکشید، مهدی شمس رو کاغذ بکشید، از هنلیان پارتنرز، فاسدان مالت، سنگ کیتس، نمیدونم ونزوئلا، اینا همه شبکن، همه با رژیم در تماس ها. یعنی اینا شبکه‌ای هستند که مافیای اقتصادی جمهوری اسلامی از کانادا و سنکیتس و ونزوئلا و ترکیه و دبی و مالت تا خود انگلستان که به اعتقاد من مرکز کل دزدان جمهوری اسلامی در انگلستانه، اینا همه با هم رابطه دارن کار میکنن. گوله حرف هم که انترپول میخواد اینو دستگیر کنه، میخواد، ممکنه توی این دعواهای جنایی یکشون چوبی بخوره، ولی همه با هم کار میکنن. و بله، برای منافع جمهوری اسلامی. بسیار سپاسگزارم آقای حسن دایی، تحلیلگر روابط خارجی جمهوری اسلامی ایران، که در این برنامه حضور داشتیم. ببینید در ایران در دادگاه رسیدگی به اتهامات بابک زنجانی، مثل همه دادگاه ها، اگر که ما شاید باید یک برنامه روی این موضوعی که الان دارم خدمتتون عرض میکنم بذاریم، که اگر فرض بفرمایید گزارش‌هایی که وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره فرض بفرمایید قاچاق مواد مخدر در ایران توسط سپاه میده، یا درباره همین بابک زنجانی گزارشی که داده است و موقعی که تحریمش کرد بابک زنجانی و شرکت سورینتشو یه گزارش مفصلی داد، اون بخش‌هایی از همین گزارش در واقع، که چون همه این گزارش رو مسئولان جمهوری اسلامی میدونن، حضرات که بابک زنجانی و همسالان کارگزارشن و میدونن داستان چیه، ببینید بخش های از اون گزارش وزارت خارجه آمریکا یا وزارت خزانه‌داری آمریکا درباره این ماجرا رو، من وقتی که داشتم جز به جز جلسات دادگاه بابک زنجانی و مهدی شمس و اینا رو میخوندم، دیدم که یا نگاه میکردم دیدم بخش های از همون گزارش رو داره آقای قاضی مقیسه در برابر این متهمین مطرح میکنه، ولی این بخشا در واقع 20% قضیه است. 80% که مربوط میشه به کل نظام مقدس و در گزارش مثلا وزارت خزانه داری آمریکا هست، امکان نداره که در اون دادگاه مطرح بشه به طور طبیعی. حالا این مقدمه رو گفتم تا بگم که سوال کلیدی که از مهدی شمس میشه تو دادگاه این است که 1,200,000,000 یورو تو از بابک زنجانی در ماجراهای پول نفت و اینا دستت بوده، اینو چی کار کردی؟ 1,200,000,000 یورو میدونین پول 3 ماه یارانه کل کشوره. شمس پاسخ داد، عیناً میخونم،
طبق اسناد مشخص است که 1,200,000,000 یورو به کجا رفته است. در نامه وزارت اطلاعات بیان شده که به صرافی سفیر آلتین رفته است. صرافی سفیر آلتین مال کیه؟ مال رضا زراب. رضا زراب کجاست؟ تو زندان در آمریکا، تو همین نیویورک، به اتهام همدستی در نقض تحریم‌های بین‌المللی علیه جمهوری است. رضا زراب ایرانی تبار اهل ترکیه که در آمریکا زندانی است، بعد از چند هفته در دادگاه فدرال نیویورک حاضر شد، اما نه در مقام متهم بلکه به عنوان شاهد علیه شرکای سابق خود. رضا زراب که 2.5 سال پیش در آمریکا بازداشت شد، بالاخره در 9 آذر 96 اعتراف کرد که با شبکه پولشویی بابک زنجانی ارتباط مستقیم داشته و اون شبکه از طریق معاملات طلا و ارز به ویژه که جمهوری اسلامی ایران و سپاه پاسداران در اشتغالت داشتن با رضا زراب کار میکردن. خب حالا زمانش قطعا خواهد رسید که میگم قطعا، برای اینکه سید علی صدر هاشمی نژاد هم جوانه و نمیتونه 130-140 سال تو زندان بمونه که اونم بیاد و گستردگی بسیار زیاد شبکه استراتوس رو فاش بکنه. بریم پرده آخر. شیطون حرفای قشنگی زده. شیطون راست گفته، گفته هر وقت یک دو تا نامحرم با هم خلوت کنن نفر سومشون منم. اینو راست گفته. اگر میگن خلوت با نامحرم حرامه، فقط خلوت تو مغازه نیست، خلوت تو خیابون نیست، خلوت پیامکی هم حرامه. خلوت با نامحرم حرامه، خلوت تلفنی هم حرامه، پیامکی هم حرامه، عرضم به خدمتتون که ایمیلی هم حرامه. ایمیل شب و روزگار خوش.